شاهد انقراض ناندرتال ها و ظهور انسان های هوشمند بوده که یکی از جالبترین کشفیات در دنیا هست. غار نخستین سرپناه انسان و دره خرم‌آباد با 17 غار و پناهگاه صخره‌ای یکی از قدیمی ترین سکونتگاه های بشر. شرایط لازم برای زیست انسان نخستین، غارها و اشکافهایی که در این دره وجود داشته، باعث شده که انسان این نقطه رو به عنوان محل زندگی خودش انتخاب کنه. و اکنون نیز این غارها هستند که روایتگر چگونگی زندگی پر رمز و راز انسان‌های اولیه هستند. 1961 I came 50 سال قبل نخستین بررسی‌ها و تحقیقات تاریخی و باستان‌شناسی رو در دره خرم‌آباد انجام دادم. ایران especially in Nuristan in order to ما الان هیئت ایرانی و بلژیکی به دنبال بقایای فرهنگ انسان هوشمند در لرستان می‌گردیم. مطالعات باستان‌شناسی که در گذشته در دره خرم‌آباد صورت گرفته، خدمتی در حدود بین 20,000 تا 40,000 سال پیش رو نشون داده. اما در آخرین کاوشی که با همکاری هیئت ایرانی اسپانیایی در دره خرم‌آباد و غار کلدر انجام شد، شواهد فرهنگی انسان‌های هوشمند با قدمت 54,400 سال به دست آمد. با این کشفیات ما تونستیم خوشبختانه کشور ایران رو در جایگاه قدیمی ترین منطقه سکونت انسان‌های هوشمند در غرب قاره آسیا معرفی کنیم. این نتایج از آن جهت های اهمیت است که تا پیش از این منطقه شامات، لبنان و فلسطین به عنوان منشأ و خاستگاه انسان‌های هوشمند محسوب می‌شد که توانستند برای اولین بار وارد قاره اروپا شوند. یکی از جذاب‌ترین و جالب‌ترین دستاوردهای این کاوش و کشفیات این هستش که اولین انسان‌های هوشمندی که وارد قاره اروپا شدند از این منطقه بودند و این نشون میده که ما اجداد اولیه اروپایی هستیم. نشون میده که از نظر بین‌المللی این غار چقدر اهمیت داره. نتایج این کشفیات که از طریق آنالیز کربن 14 گاه نگاری مطلق به دست آمد، در اختیار مجامع علمی جهان قرار گرفته. مهمترین انتشاراتش انتشاراتی هستش در مجله ساینتیفیک ریپورت و از نظر اعتبار انتشاراتی شک و تردیدی رو دیگه به جا نمیذاره. این در حالی است که تاریخ به دست آمده از گاه نگاری لایه های پارین سنگی در این غار فقط متعلق به انسان های هوشمند است. در لایه های زیرین ما شواهد انسان های ناندرتال رو هم داریم که این نشون میده که قدمت دره خرم‌آباد محدود به 54,000 سال نمیشه. فصل سوم کاوش این غار با هدف درک بیشتر فنون دستافزارهای سنگی و دستیابی به فسیل انسانهای هوشمند با همکاری چند گروه باستانشناس بین المللی زمستان امسال انجام می شود. غلامرضا غلامپور، خبرگزاری صدا و سیما، غار کلدر، خرم‌آباد.